أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام را. این آیات کتاب استوار و حکمت آمیز است. آیا برای مردم موجب شگفتی بود که به مردی از آنها وحی فرستادیم که مردم را از عواقب کفر و گناه بترسان و به کسانی که ایمان آورده اند بشارت ده که برای آنها سابقه نیک و پاداش های مسلم نزد پروردگارشان است؟ اما کافران گفتند این مرد ساحر آشکاری است. پروردگار شما خداوندی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبیر کار جهان پرداخت. هیچ شفاعت کننده ای جز با اذن او نیست. این است خداوند پروردگار شما، پس او را پرستش کنید. آیا متذکر نمی شوید؟ بازگشت همه شما به سوی اوست. خداوند وعده حقی فرموده. او آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند به عدالت جزا دهد و برای کسانی که کافر شدند نوشیدنی از مایع سوزان است و عذابی دردناک به خاطر آنکه کفر می‌ورزیدند. او کسی است که خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد و برای آن منزلگاه‌هایی مقدر کرد تا عدد سال‌ها و حساب کارها را بدانید. خداوند این را جز به حق نیافریده. او آیات خود را برای گروهی که اهل دانشند شرح می دهد. سلمن در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده آیات و نشانه هایی است برای گروهی که پرهیزگارند و حقایق را می بینند. آنها که ایمان به ملاقات ما و روز رستاخیز ندارند و به زندگی دنیا خوشنود شدند و بر آن تکیه کردند و آنها که از آیات ما غافلند، همه آنها جایگاهشان آتش است به خاطر کارهایی که انجام می دادند. ای کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پروردگارشان آنها را در پرتو ایمانشان هدایت می کند. از زیر قصرهای آنها در باغهای بهشت نهرها جاری است. گفتار و دعای آنها در بهشت این است که خداوندا منزهی تو، و تحیت آنها در آنجا سلام، و آخرین سخنشان این است که حمد مخصوص خدا پروردگار عالمیان است. اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن خوبی ها عجله دارند خداوند در مجازاتشان شتاب می کرد، به زودی عمرشان به پایان می رسید و همگی نابود می شدند. ولی کسانی را که ایمان به لقای ما ندارند به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند. هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی رسد، ما را در هر حال، در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است می خواند. اما هنگامی که ناراحتی را از او برطرف ساختیم چنان می رود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود نخوانده است. این گونه برای اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است که زشتی این عمل را درک نمی کنند. ما
امتهای پیش از شما را هنگامی که ظلم کردند هلاک نمودیم، در حالی که پیامبرانشان دلایل روشن برای آنها آوردند، ولی آنها ایمان نیاوردند. این گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم. سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین پس از ایشان قرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل می کنید. و گامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود، کسانی که ایمان به لقای ما و روز رستاخیز ندارند می گویند قرآنی غیر از این بیاور یا آن را تبدیل کن و آیات نکوهش بت‌ها را بردار. بگو من حق ندارم که از پیش خود آن را تغییر دهم، فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می کنم. من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از مجازات روز بزرگ قیامت می ترسم. بگو اگر خدا می خواست من این آیات را بر شما نمی خواندم و خداوند از آن آگاهتان نمی کرد، چه این که مدتها پیش از این در میان شما زندگی نمودم و هرگز آیه ای نیاوردم. آیا نمی فهمید؟ چه کسی ستمکار تر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد یا آیات او را تکذیب می کند؟ مسلماً مجرمان رستگار نخواهند شد. آنها غیر از خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنان زیان می رساند و نه سودی می بخشد و می گویند اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو آیا خدا را به چیزی خبر می دهید که در آسمان ها و زمین سراغ ندارد؟ منزه است او و برتر است از آن همتایانی که قرار می دهند. در آغاز همه مردم امت واحدی بودند، سپس اختلاف کردند و اگر فرمانی از طرف پروردگارت درباره عدم مجازات سریع آنان از قبل صادر نشده بود، در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می شد و سپس همگی به مجازات می رسیدند. می گویند چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو غیب و معجزات تنها برای خدا و به فرمان اوست. شما در انتظار باشید، من هم با شما در انتظارم. شما در انتظار معجزات بهانه جویانه باشید و من هم در انتظار مجازات شما. هنگامی که به مردم پس از ناراحتی که به آنها رسیده است رحمتی بچشانیم، در آیات ما نیرنگ می کنند و برای آن نعمت و رحمت توجیهات ناروا می کنند. بگو خداوند سریع تر از شما مکر می کند و رسولان ما آنچه نیرنگ می کنید و نقش می کشید می نویسند. او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد. زمانی که در کشتی ها قرار می گیرید و آنها با بادهای موافق آنان را به سوی مقصد حرکت می دهند و خوشحال می شوند، ناگهان طوفان شدیدی می وزد و امواج از هر سو به سراغ آنها می آید و گمان می کنند هلاک خواهند شد. در آن هنگام خدا را از روی اخلاص می خوانند که اگر ما را از این گرفتاری نجات دهی حتما از سپاسگزاران خواهیم بود. اما هنگامی که خدا آنها را رهایی بخشید، باز به ناحق در زمین ستم می کنند. ای مردم، ستمهای شما به زیان خود شماست. از زندگی دنیا بهره می برید، سپس بازگشت شما به سوی ماست و ما شما را به آنچه عمل می کردید خبر می دهیم. سل زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم که در پی آن گیاهان گوناگون زمین
که مردم و چهار پایان از آن می‌خورند می‌روید تا زمانی که زمین زیبایی خود را یافته و آراسته می‌گردد و اهل آن مطمئن می‌شوند که می‌توانند از آن بهره‌مند گردند. ناگهان فرمان ما شب هنگام یا در روز برای نابودی آن فرا می‌رسد. سرما یا صاعقه ای را بر آن مسلط می‌سازیم و آنچنان آن را درو می‌کنیم که گویی دیروز هرگز چنین کشتزاری نبوده است. این گونه آیات خود را برای گروهی که می‌اندیشند شرح می‌دهیم. خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می‌کند و هر کس را بخواهد و شایسته و لایق ببیند به راه راست هدایت می‌نماید. کسانی که نیکی کردند پاداش نیک و افزون بران دارند و تاریکی و ذلت چهره هایشان را نمی پوشاند. آنها اهل بهشتند و جاودان در آن خواهند ماند. اما کسانی که مرتکب گناهان شدند جزای بدی به مقدار آن دارند و ذلت و خاری چهره آنان را می پوشاند و هیچ چیز نمی تواند آنها را از مجازات خدا نگه دارد. چهره هایشان آنچنان تاریک است که گویی با پاره هایی از شب تاریک صورت آنها پوشیده شده. آنها اهل دوزخند و جاودان در آن خواهند ماند. به خاطر بیاورید روزی را که همه آنها را جمع می کنیم. سپس به مشرکان می گوییم شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید تا به حسابتان رسیدگی شود. سپس آنها را از هم جدا می سازیم و از هر یک جداگانه سؤال می کنیم و معبودهایشان به آنها می گویند شما هرگز ما را عبادت نمی کردید، همین بس که خدا میان ما و شما گواه باشد، به یقین ما از عبادت شما غافل بودیم. در آنجا هر کس عملی را که قبلا انجام داده است می آزماید و همگی به سوی الله مولا و سرپرست حقیقی خود بازگردانده می شوند و چیزهایی را که به دروغ همتای خدا قرار داده بودند گم و نابود می شوند. گو چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی مالک و خالق گوش و چشم هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و چه کسی امور جهان را تدبیر می کند؟ به زودی در پاسخ می گویند خدا. بگو پس چرا تقوا پیشه نمی کنید و از خدا نمی ترسید؟ آن است خداوند پروردگار حق شما، با این حال بعد از حق چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟ پس چرا از پرستش او روی گردان می شوید؟ این چنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها پس از این همه لجاجت و گناه ایمان نخواهند آورد. بگو آیا هیچ یک از معبودهای شما آفرینش را ایجاد می کند و سپس باز می گرداند؟ بگو تنها خدا آفرینش را ایجاد کرده سپس باز می گرداند. با این حال چرا از حق روی گردان می شوید؟ بگو آیا هیچ یک از معبودهای شما به سوی حق هدایت می کند؟ بگو تنها خدا به حق هدایت می کند. آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ و بیشتر آنها جز از گمان و پندارهای بی اساس پیروی نمی کنند، در حالی که گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی سازد و به حق نمی رساند.
به یقین خداوند از آنچه انجام می‌دهند آگاه است. شایسته نبود و امکان نداشت که این قرآن بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود، ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از آن است از کتب آسمانی و شرح و تفصیلی بر آنهاست، شکی در آن نیست و از طرف پروردگار جهانیان است. آیا آنها میگویند او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟ بگو اگر راست میگویید یک سوره همانند آن بیاورید و غیر از خدا هر کس را میتوانید به یاری طلبید. آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند، بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده است. پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند. پس بنگر عاقبت کار ظالمان چگونه بود. بعضی از آنها به آن ایمان می آورند و بعضی ایمان نمی آورند، و پروردگارت به مفسدان آگاه تر است و آنها را بهتر می شناسد. اگر تو را تکذیب کردند بگو عمل من برای من و عمل شما برای شماست، شما از آنچه من انجام می دهم بیزارید و من نیز از آنچه شما انجام می دهید بیزارم. روحی از آنان به سوی تو گوش فرا می دهند اما گویی هیچ نمی شنوند و کرند. آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند نفهمند؟ گروهی از آنان به سوی تو می نگرند اما گویی هیچ نمی بینند. آیا تو می توانی نابینایان را هدایت کنی هرچند نبینند؟ خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند، ولی این مردمند که به خیشتن ستم می کنند. یاد آور روزی را که خداوند آنها را جمع و محشور می سازد، آنچنان که احساس می کنند گویی جز ساعتی از روز در دنیا توقف نکردند، به آن مقدار که یک دیگر را ببینند و بشناسند. مسلماً آنها که لقای خداوند و روز رستاخیز را تکذیب کردند زیان بردند و هدایت نیافتند. اگر ما پاره ای از مجازات هایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیات تو به تو نشان دهیم و یا پیش از آن که گرفتار عذاب شوند تو را از دنیا ببریم، در هر حال بازگشتشان به سوی ماست. سپس خداوند بر آنچه آنها انجام می دادند گواه است. برای هر امتی رسولی است. هنگامی که رسولشان به سوی آنان بیاید به عدالت در میان آنها داوری می شود و ستمی به آنها نخواهد شد. و می گویند اگر راست می گویی این وعده کی خواهد بود؟ گو من حتی برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم، تا چه رسد برای شما مگر آنچه خدا بخواهد. این مقدار می دانم که برای هر قوم و ملتی سرآمدی است، هنگامی که اجل آنها فرارسد و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود نه ساعتی تأخیر می کنند و نه پیشی می گیرند. بگو به من خبر بدهید اگر مجازات او شب هنگام یا در روز به سراغ شما آید، آیا می توانید آن را از خود دفع کنید؟ پس مجرمان برای چه عجله می کنند؟ سپس آیا آنگاه که واقع شد به آن ایمان می آورید؟ به شما گفته می شود حالا؟ در حالی که قبلا برای آن عجله می کردید، ولی اکنون چه سود؟ پس به کسانی که ستم کردند گفته می شود عذاب ابدی را بچشید، آیا جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده می شوید؟ از تو می پرسند
آیا آن وعده مجازات الهی حق است؟ بگو آری، به پروردگارم سوگند قطعاً حق است و شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید. و هر کس که ستم کرده اگر تمامی آنچه روی زمین است در اختیار داشته باشد، همه را از هول عذاب برای نجات خیش می دهد و هنگامی که عذاب را ببینند پشیمان می شوند، اما پشیمانی خود را کتمان می کنند مبادا رسواتر شوند. و در میان آنها به عدالت داوری می شود و ستمی بر آنها نخواهد شد. آگاه باشید، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست. آگاه باشید، وعده خدا حق است، ولی بیشتر آنها نمی دانند. اوست که زنده می کند و می میراند و به سوی او بازگردانده می شوید. ای مردم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست، درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان. بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است. او به من خبر بدهید، آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید که بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام نموده اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می بندید و از پیش خود حلال و حرام می کنید؟ آنها که بر خدا افترا می بندند در باره مجازات روز رستاخیز چه می اندیشند؟ خداوند نسبت به همه مردم فضل و بخشش دارد، اما اکثر آنها سپاسگزاری نمی کنند. در هیچ حال و اندیشه ای نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی و هیچ عملی را انجام نمی دهید مگر اینکه ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد آن می شوید. و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو مخفی نمی ماند، حتی به اندازه سنگینی ذره ای، و نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن نیست مگر اینکه همه آنها در کتاب آشکار و لوح محفوظ علم خداوند ثبت است. آگاه باشید، دوستان و اولیای خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. همانها که ایمان آوردند و از مخالفت فرمان خدا پرهیز می کردند، در زندگی دنیا و در آخرت شاد و مسرورند. وعده های الهی تخلف ناپذیر است. این است آن رستگاری بزرگ. خن آنها تو را غمگین نسازد. تمام عزت و قدرت از آن خداست و او شنوا و داناست. آگاه باشید، تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از آن خدا می باشند و آنها که غیر خدا را همتای او می خوانند از منطق و دلیلی پیروی نمی کنند. آنها فقط از پندار بی اساس پیروی می کنند و آنها فقط دروغ می گویند. کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش بیابید و روز را روشنی بخش تا به تلاش زندگی پردازید. در اینها نشانه هایی است برای کسانی که گوش شنوا دارند. گویند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است، از هر عیب و نقص و احتیاجی منزه است، او بی نیاز است، از آن اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. شما هیچ گونه دلیلی بر این ادعا ندارید. آیا به خدا نسبتی می دهید که نمی دانید؟ بگو آنها که به خدا دروغ می بندند
هرگز رستگار نمی شوند. بهره این ناچیز از دنیا دارند، سپس بازگشتشان به سوی ماست و بعد به آنها مجازات شدید به سزای کفرشان می چشانی. برگذشت نوح را بر آنها بخوان. در آن هنگام که به قوم خود گفت ای قوم من، اگر تذکرات من نسبت به آیات الهی بر شما سنگین و غیر قابل تحمل است، هر کار از دستتان ساخته است بکنید. من بر خدا توکل کرده ام. فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید، سپس هیچ چیز بر شما پوشیده نماند. تمام جوانب کارتان را بنگرید، سپس به حیات من پایان دهید و لحظه ای مهلتم ندهید، اما توانایی ندارید. اگر از قبول دعوتم روی بگردانید، کار نادرستی کرده اید، چه اینکه من از شما مزدی نمی خواهم. مزد من تنها بر خداست و من مأمورم که از مسلمین باشم. اما آنها او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با او در کشتی بودند نجات دادیم و آنان را جانشین و وارث کافران قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند غرق نمودیم. پس ببین عاقبت کار کسانی که انذار شدند و به انذار الهی اهمیت ندادند چگونه بود. سپس بعد از نوح رسولانی به سوی قومشان فرستادیم، آنان دلایل روشن برایشان آوردند، اما آنها به چیزی که پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند. این چنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم تا چیزی را درک نکنند. بعد از آنها موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم، اما آنها تکبر کردند و زیر بار حق نرفتند، چرا که آنها گروهی مجرم بودند. و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد گفتند این سحریست آشکار. موسی گفت آیا درباره حق هنگامی که به سوی شما آمد چنین میگویید؟ آیا این سحر است؟ در حالی که ساحران هرگز رستگار و پیروز نمی شوند. گفتند آیا آمده ای که ما را از آنچه پدرانمان را بر آن یافتیم منصرف سازی و بزرگی و ریاست در روی زمین از آن شما دوتن باشد؟ ما هرگز به شما ایمان نمی آوریم. فرعون گفت بروید و هر جادوگر و ساحر دانایی را نزد من آورید. هنگامی که ساحران به میدان مبارزه آمدند، موسی به آنها گفت آنچه از وسایل سحر را می توانید بیفکنید بیفکنید. هنگامی که افکندند، موسی گفت آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می کند، چرا که خداوند هرگز عمل مفسدان را اصلاح نمی کند. او حق را به وعده خیش تحقق می بخشد، هرچند مجرمان کراهت داشته باشند. در آغاز هیچ کس به موسی ایمان نیاورد مگر گروهی از فرزندان قوم او، آن هم با ترس از فرعون و اطرافیانش مبادا آنها را شکنجه کنند، زیرا فرعون برتری جویی در زمین داشت و از اسرافکاران بود. موسی گفت ای قوم من، اگر شما به خدا ایمان آورده اید بر او توکل کنید، اگر تسلیم فرمان او هستید. گفتند تنها بر خدا توکل داریم، پروردگارا ما را مورد شکنجه گروه ستمگر قرار مده، ما را با رحمتت از دست قوم کافر رهایی بخش. و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه هایتان را مقابل یکدیگر
و متمرکز قرار دهید و نماز را برپا دارید و به مؤمنان بشارت ده که سرانجام پیروز می شوند. موسی گفت: پروردگارا، تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی سرشار در زندگی دنیا داده ای. پروردگارا، در نتیجه بندگانت را از راه تو گمراه می سازند. پروردگارا، اموالشان را نابود کن و به جرم گناهانشان دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه ای که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند. فرمود: دعای شما پذیرفته شد، استقامت به خرج دهید و از راه و رسم کسانی که نمی دانند تبعیت نکنید. سرانجام بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم و فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز به دنبال آنها رفتند. هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند وجود ندارد و من از مسلمین هستم. ما به او خطاب شد: الان؟ در حالی که قبلا عصیان کردی و از مفسدان بودی، ولی امروز بدنت را از آب نجات می دهیم تا عبرتی برای آیندگان باشی و بسیاری از مردم از آیات ما غافلند. سپس بنی اسرائیل را در جایگاه صدق و راستی منزل دادیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم، اما آنها به نزاع و اختلاف برخاستند و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد. پروردگار تو روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند میان آنها داوری می کند. و اگر در آنچه بر تو نازل کرده ایم تردیدی داری، از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را می خواندند بپرس، به یقین حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است، بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش. و از آنها مباش که آیات خدا را تکذیب کردند که از زیانکاران خواهی بود. و بدان آنها که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق یافته و به جرم اعمالشان توفیق هدایت را از آنها گرفته، هرگز ایمان نمی آورند، چند تمام آیات و نشانه های الهی به آنان برسد تا زمانی که عذاب دردناک را ببینند، زیرا تاریکی گناه قلبهایشان را فرا گرفته و راهی به روشنایی ندارند. هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که ایمانشان به موقع باشد و به حالشان مفید افتد، مگر قوم یونس. هنگامی که آنها ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم و تا مدت معینی پایان زندگی و اجلشان آنها را بهره‌مند ساختیم. اگر پروردگار تو می‌خواست تمام کسانی که روی زمین هستند همگی به اجبار ایمان می‌آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ ایمان اجباری چه سودی دارد؟ اما هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد جز به فرمان خدا و توفیق و یاری و هدایت او. و پلیدی کفر و گناه را بر کسانی قرار می دهد که نمی اندیشند. گو نگاه کنید چه چیز از آیات خدا و نشانه های توحیدش در آسمان ها و زمین است، اما این آیات و انذارها به حال کسانی که به خاطر لجاجت ایمان نمی آورند مفید نخواهد بود. یا آنها چیزی جز همانند روزهای پیشینیان و بلاها و مجازاتهایشان را انتظار می کشند؟ بگو شما انتظار بکشید
من نیز با شما انتظار می کشم. سپس هنگام نزول بلا و مجازات، فرستادگان خود و کسانی را که به آنان ایمان می آوردند نجات می دادیم. و همین گونه بر ما حق است که مؤمنان به تو را نیز رهایی بخشیم. بگو ای مردم، اگر در عقیده من شک دارید، من آنهایی را که جز خدا می پرستید نمی پرستم. تنها خداوندی را پرستش می کنم که شما را می میراند و من مأمورم که از مؤمنان باشم و به من دستور داده شده که روی خود را به آیینی متوجه ساز که از هر گونه شرک خالی است و از مشرکان مباش و جز خدا چیزی را که نه سودی به تو می رساند و نه زیانی مخوان که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. و اگر خداوند برای امتحان یا کیفر گناه زیانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند و او آمرزنده و مهربان است. گو ای مردم، حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده. هر کس در پرتو آن هدایت یابد برای خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد به زیان خود گمراه می گردد. و من مأمور به اجبار شما نیستم. از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکیبا باش و استقامت نما تا خداوند فرمان پیروزی را صادر کند و او بهترین حاکمان است.